اهمیت رسیدن به این تکنولوژی آنقدر زیاد است که آقا عزیز خود قدم گذاشت به محل تولد شاهد 129. با این توانمندی و تکنولوژی خیلی راحت تر و دقیق تر و هوشمند میشه اهمیت جای جای ایران اسلامی رو به خصوص مرزها رو برقرار کرد. حمله همزمان 8 بمب یا موشک هوشمند هوا به زمین برای اهداف ثابت و متحرک با شعاع عملیاتی 1700 کیلومتر. هر فرودگاهی میتواند محل نشست و برخاست شاهد 129 این سرباز ایرانی باشد. 24 ساعت مداومت پرواز با یک بار سوختگیری. چشمی است که همزمان میتونه در یک منطقه وسیعی حضور داشته باشه، دیدبانی بکنه، مراقبت بکنه. بلافاصله اگر فرماندهان مسئولین تصمیم گرفتن، کار عملیات رزمی برایشون انجام بده. از ایده تا محصول ایرانی است. 24 هزار پا سقف پروازی این پرنده بدون سرنشین است که با ایستگاه‌های کنترل قابل حمل زمینی در ارتباط بوده و نکته مهم این که هر ساعت پرواز برای جنگنده‌های رزمی 10000 دلار هزینه دارد، اما هزینه هر ساعت پرواز برای شاهد 129 تنها 100000 تومان است. کاری که شاید هزاران سرباز و پاسگاه و سازمان‌ها و ساختارهای مختلف مرزداری باید مستقر بشن با تحمل سختی‌های خیلی فراوان و آسیب‌پذیری‌های خیلی زیاد، یه همچون تکنولوژی و پرنده‌ای میتونه همون امنیت رو برقرار بکنه و کار هزاران سرباز ما رو در مرز راحت بکنه. استعدادهای درخشان این مرز و بوم انحصار فناوری این نوع جنگنده بدون سرنشین رو از امریکا گرفتند. ما حرف آقا رو گوش کردیم، خودمون رو باور کردیم و از حرکت عادی در واقع کارامو تبدیل کردیم به کارهای جهادی. حالا جهاد علمی فرزندان ایران اسلامی کاری کرده که از متخصصان دفاعی خبرهایی شنیدیم در آینده نزدیک شاهد صف طولانی مشتریان بین المللی این صنعت استراتژیک دفاعی خواهیم بود. از این پرنده بدون سرنشین می توان در مقابله با اشرار، تروریست‌ها، کشف و شناسایی در مرزهای آبی و خاکی، مسائل زیست محیطی، نقشه‌برداری و تهیه عکس‌های هوایی نیز استفاده کرد. شاهد 129 می تواند از شعاع 200 کیلومتری خود به دقت مراقبت کند. این پرنده بدون سرنشین ایرانی به تولید انبوه رسید. از آرکیو 170 چه خبر؟ انشالله در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوبی رو در نمونه سازی و ساخت این پرنده هم انشالله خواهیم داد. مردم منتظر باشن که ببینن تصویر پرواز آرکیو 170 ایرانی رو.